سلام و درود، مستر راهی هستم. امیدوارم که حال دل همگی شما عزیزان خوب باشه. به یه ویدیو جدید از کانال ایران گلیچر خیلی خیلی خوش اومدید. امروز میخوام متد آپدیت شده یه گلیچ فریزمانی رو بهتون آموزش بدم. این یکی از بهترین متدهای فریزمانی یا همون ریفانمانی گلیچه. دیگه وقت رو تلف نکنیم، فقط یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. دم همه تون گرم. بزن بریم سراغ این گلیچ جذاب. Let's go. خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اول از همه تشکری ازتون کنم، خیلی حمایت میکنید، ویدیو رو لایک میکنید، کامنت میذارید، سابسکرایب میکنید. اگه ویور جدید هستید حتما سابسکرایب میکنید. اگه هم از قدیم ما رو دنبال میکنید لطفا چک کنید ببینید سابسکرایبتون پریده یا نه، چون اخیرا لایک و کامنت و ساب و همه چی با هم میپره. ولی خب با وجود شما عشقا و انرژی مثبتی که شما به ما میدید، همیشه محتوا آماده داریم و همیشه پر انرژی براتون ویدیو میگیریم. برسیم سراغ گلیچ فریزمانی یا همون ریفاندمانی گلیچ. در آپدیت جدید پچ عوض شد، ورژن عوض شد 1.68. خب این آپدیت یه سری تغییرات داشته ولی هیچ گلیچی پچ نشده. امروز میخوام یه گلیچ خیلی خوب بهتون آموزش بدم که خیلی راحت در سریع ترین زمان به هر مقدار پولی که دوست دارید برسید. خب دوستان، شما وارد یک سیشن جی تی آنلاین بشید، اصلا مهم نیست پابلیک باشه، اینوایتی باشه، اصلا اهمیتی نداره. این الان کارکتر اصلی منه و شما پول کارکتر اصلی منو نگاه کنید. خب من 74 میلیون پول دارم تا اینجا، اوکی. حالا آپشن رو بزنید، برید آنلاین و برید قسمت سواب کارکتر. خیلی نکته مهمیه و یه نکته، این گلیچ برای نسل قدیمه و برای نسل جدید حتما یه گلیچ پول خیلی خوب براتون میذارم. وقتی که رسیدی به این قسمت، یعنی قسمت سواب کارکتر، روی کارکتر دوم، اگه کارکتر دوم داری باید دیلیتش کنی. اینجا گزینه دیلیت برات میاد، کارکتر دوم رو دیلیت کن. اگه هم کارکتر دوم کلن نداری مثل من، روی کارکتر دوم یا همین شخصیت دومی که اضافه شده، اگه هم دقت کنید نوشته نیو کارکتر، یک زب در بزن، گزینه ادیت میاد. خب حالا نکته مهم انگلیچ دقیقا اینجاست. این آلرت وقتی که براتون میاد، آلرت رو زب در بزنید. تنها دلیلی که ما این آلرت رو زب در میزنیم اینه که ما میخوایم بانک کارکتر یک با کارکتر دو یکی بشه و نکته مهم انگلیچ دقیقا همینجاست. خب وقتی که رسیدید به این قسمت، سیو ان کانتینیو رو بزنید. اینجا مثلا اهمیتی نداره چیزی بنویسید، آردو رو بزنید و اینجا ضبط در، تمام. وارد استیشن پابلیک میشیم و اونجا تمامی نکات و متد آپدیت شده انگلیچ رو میخوام بهتون آموزش بدم. خب وقتی که با کارکتر دوم اسپام میشید، دیپد پایین رو بزنید، دقیقا اون آلرت این کارو میکنه. کارکترتون یه لولی داره و پول کارکتر خیلی مهمه. پول کارکتر باید با بانک کارکتر یکتون یکی باشه. خب الان شما باید تاچپد رو نگه دارید یا همون اینتراکشن منو. برید قسمت پرفرنسز و قسمت اسپان لوکیشن، اسپان لوکیشنتون رو بذارید روی گاراژ. بازی به شما وقتی کارکتر جدید میسازید یک گاراژ هدیه میده. الان به ما اینجا گاراژ هدیه داده و خب وقتی که گاراژ به شما هدیه داد و از قسمت پرفرنسز شما اینجا قسمت گاراژ و اسمان لوکیشنتون گذاشتید، حالا نکته مهم اینه که برید قسمت اپیرنس و اینجا یک هلمت یا عینک، هر چی که میتونید عوض کنید تا دایره نارنجی براتون بیاد. وقتی که دایره نارنجی اومد و رفت، آپشن رو بزنید، برید آنلاین، برید قسمت فاین نیو سیشن و این وایت اونلی سیشن رو انتخاب کنید و یک سیشن جدید بسازید. خب وقتی که داخل سیشن اسپان شدید، باید داخل گاراژی که بازی بهتون داده اسپان بشید. نکته مهم انگلیچ و متد آپدیت شده دقیقا اینجاست. خب شما وقتی که اسپان شدید، پول منو نگاه کنید، هر چقدر که پول دارید اصلا اهمیتی نداره،
هر چیزی با انگلیچ میتونید بگیرید، ولی فقط ماشین میتونید بگیرید و ماشینی که میره داخل پگاسوس هم نمیتونید بگیرید. نکته مهم انگلیچ هم اینه. خب حالا گوشیتون رو بیارید بالا، برید قسمت اینترنت. حالا من میخوام از سایت وارستاک دلوکس بخرم، یا اصلا دلوکس نمیخوام بخرم، میرم اپرسور MK2 میخرم، چون اینا خیلی بهتر میتونید بفروشیدش. ولی خب اپرسور MK2 نیاز به ترابایت دارید برای فروش، یا یه سری از ورکشاپ ها برای فروش اپرسور نیاز دارید، ولی میتونید از دلوکسو استفاده کنید. دلوکسو میتونید هر جا که دوست دارید بفروشید، ببرید داخل لوسانتوس کاستوم خیلی ایزی بفروشید، اون دیگه میل خودتونه. من از دلوکسو شروع میکنم. خب حالا نکته مهم اینه که شما وقتی که قسمت بای ایت ناو رو زدید، باید بلا فاصله ای که زبده رو زدید، پول از حسابتون کم شد و این آلرت رو دیدید، اینترنتتون رو قطع کنید. حالا کابل لن میتونه باشه، وای فای میتونه باشه، هر چیزی میتونه باشه، اینترنت رو قطع کنید. زبده رو که زدید، دوباره اینترنتتون رو وصل کنید. خب شما اصلا هم اهمیتی نداره، من الان کابل لن رو قطع و وصل کردم، میتونید وای فای رو قطع و وصل کنید، یا میتونید هات اسپات کردید هات اسپات رو قطع و وصل کنید، اصلا این قسمت اهمیتی نداره. خب ما یک استیشن این وایتی استارت میکنیم. الان خب به دلیل اینکه ما یه چند ثانیه است، خب اوکی شد. بعضی وقتا طول میکشه این قسمت، اصلا کلو زب نکنید، همینجا بمونید، براتون منو باز میشه. اینجا این وایت اونلی استیشن رو انتخاب کنید. الان اون پولی که از حسابمون کم شده به حسابمون برمیگرده و دلوکسو اومده داخل گاراژمون، و این بهش میگن گلیچ ریفاند مانی گلیچ، ولی در اصطلاح خودمون همون گلیچ فریزمانیه. خب نکته مهم، شاید این آلرت که 100% این آلرت براتون میاد، این آلرت باید دایره بزنید، نورو بزنید، چون اگه زبده رو بزنید میرید وارد چنج اپیرنس میشید و یه سری داستانا دیگه اونجا دارید. اینجا نورو بزنید تا استیشن براتون ساخته بشه. خب ما الان داخل گاراژ اسپان شدیم و حالا باید اون پولی که از حسابمون کم شده به حسابمون برگرده و ماشین هم باید سر جاش باشه و تمام. 74 میلیون داشتم، دلوکسوم هم اینجاست. حالا کاری که میکنید وقتی که اسپان شدید، دوباره گوشی رو بیارید، برید اینترنت، برید قسمت وارستاک، حالا هر میتونید لژندری هم برید، فقط وارستاک نیست، و شما اینجا میتونید هر ماشینی که دوست دارید رو بخرید. من دوباره این کار انجام میدم. نکته مهم اینه که شما وقتی که بای ایت ناو رو میزنید، روی این سولد باید وایسید و اینترنت رو قطع کنید. وقتی که اینترنت رو قطع کردید، حالا باید زبده رو بزنید تا وارد آفلاین بشید. و یه نکته مهمی وجود داره، اینه که خیلیاتون به اشتباه اون صفحه سولد رو رد می کردید یا مثلث می زدید، می اومدید بیرون و بعدش اینترنت رو قطع می کردید، ولی اشتباهه، روی صفحه سولد وایسید و بعدش اینترنت رو قطع کنید. خب دوباره ما یک سیشن این وایتی می سازیم. خب وقتی که دوباره اسپان شدیم، پول از حسابمون کم نشده و دلوکس سر جاشه و تمام. دومین دلوکسو باز همین کارو انجام بدید، اصلا هر چقدر که دوست دارید انجام بدید، یه گاراژ رو پر کنید. ما دوباره این کارو انجام میدیم. و تمام. به همین سادگی ما 3 تا دلوکسو خریدیم و همین کار رو میتونیم تکرار کنیم و میتونیم گاراژمون رو پر کنیم، 10 تا دلوکس پر کنیم. نکته مهم اینه که پول در آوردن در GTA آنلاین واقعا ساده است، مخصوصا با همچین گلیچایی که میاد. اما اینکه شما اصلا چجوری این دلوکسو ها رو بفروشید که لیمیت نخورید و اصلا لیمیت چی و اینا، من یه ویدیو کامل ضبط کردم. اون ویدیو نمیدونم چرا اصلا ویوی نخورد، چون خیلی چیز مهمی توش گفتم و یه جورایی شما اگه رعایت نکنید لیمیتو، اکانتتون به مشکل میخوره. ولی
پیشنهادی که بهتون دارم اینه که حتماً لینکی که قسمت دیسکریپشن و اندسکریم میذارم و ببینید. این ویدیو به شدت مهمه، چون بهتون یاد دادم آقا اصلا چجوری ماشین بفروشید و نکته مهمیه من چرا اومدم انگلیش رو بهتون آموزش دادم که بتونید 10 تا گاراژ پر کنید. این کاراکتر دوم منه، 10 تا دلوکس پر میکنم و طبق روال میفروشمش. اینجوری دیگه لیمیت نمیخورم، چون خیلیاتون سر همین گلیچ که من کلی هم ازش متد گذاشتم لیمیت های ناجور خوردید. اگه هم لیمیت سنگینی خوردید، من یه ویدیو ساختم در مورد ریست کردن لیمیت، اونو حتما ببینید، خیلی نکته مهمی توش گفتم. و در کل این دوتا ویدیوی پیشنهادی که بهتون دادم رو حتما ببینید، چون به درد خودتون میخوره و این روش روشیه که شما خیلی دیر به دیر دیلیت کارکتر میکنید و میتونید ماشین هم ذخیره کنید. 10 تا دلوکس رو ذخیره کنید، طبق روال بفروشید و تمام. به همین سادگی در GTA آنلاین در کمترین زمان پولدار بشید. خب دوستان، خیلی ممنون که تا اینجا این ویدیو همراه من بودید. دمتون گرم. اگه لایک نکردید لایک کنید، کامنت نذاشید یا کامنت بذارید، هر سوالی دارید قسمت کامنت ها بپرسید، در سریع ترین زمان جوابتون رو میدم. حرف دیگه باقی نمیمونه و به قول پوریا پوتک، اول از همه پولدار شید و بعد سلامت. تا ویدیو بعدی فعلا بدرود.